حسن من دیگه باید برم. شنیدم تو صحرا به همه سخت میگذره، مواظب خودت باش، فراموش نکن آب توی صحرا خیلی قیمتیه. متشکرم تو آجو، مطمئن باشین پولدار میشم. حسن منتظرم باش، برمیگردم. باشه باشه، منتظرم دوباره ببینمت. ولی اگه دیدی مسافرت داره ناراحتت میکنه فوراً هرجو بودی برگرد. خیلی خوب، به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. مواظب خودت باش. خب منم بیام سر با جونم. شیلا که میگفت از مسافرت توی صحرا هیچ خوشش نمیاد، پس کجا داره میره؟ سر با جونم شب کن منم بیام. خسته شدم، نمیتونم بالاخره کی میرسیم به یه شهر. وای خدا جونم، توفان شین. توفان شین از کجا پیدا شد؟ توفان شین
عجیبه. بقیه کجا رفتن؟ کاروان کجا رفت؟ گمونم راهمو گم کردم. شراب نیست، واهست. من رفتم، تو هم بیا. اوهی حقیقی، راست میگی. پس نجات پیدا کردم. هسته عناب که پرد کردی زدی کشتی. چی؟ با هسته عناب؟ هسته عناب خورد تو چشمش که تنها نقطه ضعیف بدنش بود. حالا به تلافی کشتن بسرم جونتا ازت میگیرم. آماده باش. منو ببخش قوله بزرگ، من که عمدن نزدم. خواهش میکنم منو نکش. با پسرمو کشتی، باید کشته بشی. پس قبل از این که منو بکشی یه خواهش کوچک ازت دارم. میخوای خواهش کنی نکشم اتا؟ نه، همچی خواهشی ندارم. اگه تو همین حال منو بکشی، نه تنها نمیتونم شطورا رو برگردونم به دوستم، بلکه فرصتم ندارم برگردم و ازشو خدافیزی کنم. خواهش میکنم 7 روز به من مهلت بدیم برم بغداد و برگردم جونمو بهتون میدم. قول میدی دوباره برگردی؟ بله، قسم میخورم. خیلی خب، حالا که قسم خوردی حرفتو باور میکنم. 7 روز صبر میکنم. سنباد به بغداد رفت. در آنجا با حسن و سایر دوستانش خداحافظی کرد
و طبق قولی که به قول صحرا داده بود برگشت. آهای پسر، بگو ببینم چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ اتفاقی برات افتاده؟ نه چیزی نیست. چیزی نیست؟ کدومه؟ چی داری میگی؟ موضوع خیلی جدیه، منتظر غوله بیاد بکشتش. این پرنده راست میگه، غول میخواد تو رو بکشه. اگه ممکنه علت این کارو بهم بگو، شاید بتونم کمکت کنم. والا حقیقت اینه که موقع طلوع آفتاب قراره که من به خاطر قولی که دادم برگشتم اینجا. حالا تا قول پیداش نشده بهتره شما از اینجا بریم. صحیح، داستان خیلی عجیبیه، نمیدونم چی بگم. منم به حسب تصادف عجیب اومدم اینجا، بهتره بمونم تا آخر ماجرا رو ببینم، شاید بتونم از این درد سر نجاتت بدم. آفتاب داره یواش یواش میاد بالا. تو بگیرم. من منظور بدی نداشتم، خواهش میکنم منو نکشی، من نمیخواستم بچه شما رو بکشم. ساکت شو، تا جونت ازت نگیرم. آتشی که از خشم کشته شدن پسرم زبانه کشیده هرگز خاموش نمیشه. من باید جونتو بگیرم. بی خود گریه نکن، حالا سرتو از تنت جدا میکنم، دست و پاتم میبرم. چی؟ تو چی میگی؟ ای خوله بزرگ، قبل از اینکه این پسر رو بکشی ازت یک خواهش دارم. امیدوارم منو ببخشی خوله بزرگ، ولی دلم میخواد حرفامو خوب گوش کنی. ای خود تقاضای بخشش نکن، فایده ای نداره. گوش کن، من میخوام درباره این گوز برات حرف بزنم. این گوز داستان غم‌انگیزی داره. منظورت از این حرف چیه؟ راستش این گوز که اینجا ایستاده در اصل همسر منه. چی؟ این گوز زن توه؟ بله همینطوره، داستانش خیلی طولانیه. حالا اگه من داستانمو برات گفتم و به نظرت جالب بود، حاضری گناه این پسر جوانو ببخشی یا نه؟ من که گفتم تقاضای عفو فایده ای نداره. اقلا میتونی مجازاتشو کمتر کنی و بهش تخفیف نه بده. به هیچ وجه تخفیفی در کار نیست. آخه این جوان که عمدن پسر تو رو نکشته. من باید جونشو بگیرم. ببین قول بزرگ، اگه من داستان گوزنمو برات تعریف کنم، مطمئنن دست از مجازات این جوان بر میداری. تو رو خدا منو ببخش، من هسته عنبو ندونسته پرت کردم. ای قول بزرگ، خواهش میکنم منو نکش، من تقصیری ندارم، نمیخواستم پسرتو بکشم. آه قول بزرگ، خواهش میکنم رحم کن، منو نکش. خواهش میکنم. خیلی خوب پیرمرد، داستانتو بگو، گوش میدم. خیلی ممنونم گول بزرگ. در حدود 30 سال پیش بود، من در یه شهر روستایی با زن و پسر 10 سالم به خوشی زندگی میکردم. یه روز ناچار بودم پی کاری برم و برای مدت طولانی از خانم دور باشم. بعد با کلی سوغاتی به خانه برگشتم، ولی به جای زنم، خواهرش که تازگی طلاق گرفته بود در خانه منتظرم بود. با داستانی که خواهر زنم تعریف کرد، معلوم شد زنم و پسرم وقتی میرن جنگل توت وحشی بچینن گم میشن.
همه خیال میکردن که راشون رو گم کردن و باید مرده باشن. با وجودی که ما همه جا رو گشتیم بالاخره نتونستیم کوچکترین اثری ازشون پیدا کنیم. من دیگه یقین کردم مردم. یک سالی که از این ماجرا گذشت تصمیم گرفتم خواهر زنمو که در این مدت به جای زن مردم ازم پرستاری و توجه میکرد عقد کنم. ارباب، همونطور که دستور داده بودین اون گاوچاقه را بردم خونه بدم در راه خدا قربانی کنم. سب کن، ما خودمونم میاییم پایین. چشم. من خودم این گاوو به مناسبت عروسیم در راه خدا قربانی میکنم. چه گاو چاقی هم هست. نمیدونم چرا گاو تا منو دید عشق از چشماش سرازیر شد. خیلی عجیبه، گاف داره گریه میکنه. خدا رو خوش نمیاد بکشمش. نه، من نمیتونم بکشمش. برو یه گاوه دیگه بیار. چشم. نه، صبر کن. توی عروسی باید چاقترین گاوه رو بکشی. گاوی از این چاقتر نداریم. همینو قربانی کن. زود باش. چاره ای نیست، باید منو ببخشی. بیا بیا تو بکشش. من نمیتونم اشکاشو ببینم. بله، گاوی که گریه میکرد، عشق میریخت و ناله میکرد همون زنم بود که خیال میکردم باید مرده باشه. چی؟ گاو زنت بود؟ باورم نمیشه. بله، منم باورم نمیشد. اصلا فکر نمیکردم زنم باشه. بالاخره پی بردم گاوی که توی عروسی سر بریده بودیم زنم بوده. البته اینو پیرزنی که همسایه دیوار به دیوارمون بود بهم گفت. خداوند این قربانی رو قبول نمی کنه، چون این گاو نبود. یه نفر زن و بچه تو جادو کرده به صورت گاو در آورده. این گاو نبود، در واقع زنت بود. کی ممکنه همچی کاری کرده باشه؟ تقصیر از منه. من وقتی زندگی خوب اونو با زندگی نکبت باره خودم مقایسه میکردم حسودی میشد. دلم میخواست جاشو بگیرم، در نتیجه اونا رو به شکل گاو در آوردم. خدای من، حالا چطوری میشه اونا رو به شکل اولشون برگردون؟ مرده ها که دوباره به شکل اولشون بر نمیگردم، ولی پسرتو میشه یک کاریش کرد. خواهش میکنم یه کاری بکن. عجیب، برگرد به شکل اولت ای پسر. عجیب. پدرشو پدرشون من دوباره خودم شدم. حالا کاری میکنم تا تو به شکل جانورهای وحشی در بیار. حالا که میخوای منو به شکل حیوانات در بیاری، خواهش میکنم به شکل گوزن در بیار. از اون روز به بعد من دارم با یه گوز زندگی میکنم. پسرم بزرگ شده و با زن مهربانی عروسی کرده. حالا خواهش میکنم از گناه این جوان صرف نظر کن. اونو ببخش ای قول بزرگ. تقاضا میکنم. داستان عجیبی بود، خیلی عجیب. همونطور که گفتم من باید انتقام خون پسرمو بگیرم، ولی الان برای این کار وقت مناسبی نیست. فردا برمیگردم.